مایکل موکزی و روز سجود. لزوم حمایت دبیر کل ملل متحد از مخالفان رژیم ایران. بر عهده دبیر کل ملل متحد است که از مالکی بخواهد ضرب العجل مضحک بستن اشرف را به تعویق اندازد. مایکل موکزی وزیر دادگستری آمریکا در دولت بوش و روز سجود رئیس دپارتمان حقوق بین الملل و دیپلماسی در دانشگاه جان هاپکینز در مقاله مشترکی در فاکس نیوز نقش سازمان ملل و دبیر کل آن را در حمایت از مخالفان رژیم ایران و حفاظت از اشرف مورد بحث قرار دادند. بخشی از این مقاله بدین قرار است. در هر سپتامبر بدترین سران جانی چند حکومت دیکتاتوری نیز خودشان را به ساختمان سازمان ملل و برنامه گشایش مجمع عمومی با 193 عضو می رسانند. در این فصل پاییز باز هم برنده مسابقه بزرگترین رذل با مصونیت سیاسی محمود احمدی نژاد از حکومت ایران است. او یک رئیس جمهور با دستان آغشته به خون و رویای بمب‌های اتمی است که یک عکس براق از دست دادن با دبیر کل بانکیمون می‌گیرد و سکوی مجمع عمومی که با دلارهای آمریکا حمایت می‌شود استفاده می‌کند. متأسفانه این شیرینی‌های دیپلماتیک فقط برای سران این حکومت هاست و نه برای قربانیان آنها، از جمله هزاران تن از وابستگان اپوزیسیون ایران که به دست ایادی ملاها چه در زندانها و چه در حین تظاهرات در خیابانهای تهران کشته شدند. ایرانیان مخالف در ایالات متحده و اروپا که بسیاری از آنها در سطوح اجتماعی بالایی مانند پروفسور دانشگاه و متخصصین پزشکی و بازرگانان هستند، در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک گرد آمدند و سازمان ملل متحد و دبیر کل آن خواهان حفاظت اعضای خانواده هایشان در یک مکان تهدید شده در عراق به نام کمپ اشرف هستند. ارتش عراق تا کنون دو بار به 3400 شهروند بدون سلاح در کمپ اشرف حمله کرده است، آن هم با استفاده از وسایل و تجهیزات ارتش آمریکا. حملاتی که ده‌ها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است، در حالی که آمریکا در سال 2004 قول داده بود از اشرف و از شهروندان بدون سلاح آن طبق قوانین کنوانسیون ژنو حفاظت کند. دلیل ارتکاب چنین جنایتی ساده است، اینکه نوری مالکی نخست وزیر عراق می‌خواهد مفید بودن خود را به رژیم تهران اثبات کند و اینکه ساکنان اشرف مبارزان ضد ملاها هستند. نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب از بیعملی سازمان ملل مات و مبهوت مانده و خواستار عملکرد فعال ملل متحد هستند. سناتور جان کری و نماینده کنگره هاوارد برمن خشونت علیه اشرف را به شدت محکوم می کنند. خانم روز لهتینن رئیس کمیته خارجی و خانم جکسون لی نماینده دیگر کنگره نیز بر سر این موضع ایستادند. سوال این است که دبیر کل سازمان ملل چگونه میتواند به خانواده های داغدار ساکنان اشرف که ملاقاتی هم با آنها نکرده جواب لازم را بدهد. دبیر کل این فرصت را دارد تا هوشیارانه و با استفاده از سکوی معنوی و اخلاقی مجمع عمومی از مالکی بخواهد که ضرب العجل مضحک خودش برای بستن اشرف را به تعویق بیندازد تا اینکه جامعه بین‌المللی فرصت داشته باشد راه حلی بهتر از آنچه مالکی و رژیم تهران برای ساکنان اشرف در دست تهیه دارند ارائه بدهد. همچنین بر عهده دبیر کل سازمان ملل است که به طور باز و شفاف از مخالفان ایرانی که مخالف رژیم صفاک ملاها هستند اعلام حمایت کند.